بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با امید صحت مندی همه شما عزیزان، امیدوار هستم همیتان دارای صحت کامل باشید. همیرا غفوری هستم. درس امروزی ما در مضمون علوم دین صنف 11 هم درس 23 هم درس خانواده هست که مربوط بخش سوم کتاب ما میشه، که در اینجا ما در این بخش بیشتر در مورد خانواده و مسائل خانوادگی ای که از لحاظ فقه اسلامی چی موضوعات هست همیشه در این بخش ما بحث میکنیم. اولا ما باید بفهمیم که خانواده چی هست، تعریفش بفهمیم، بعدا هم تو آیستا آیستا پیش میریم و موضوعات بعدی را هم به پیش خواهیم بود. اولا خانواده چی هست؟ خانواده عبارت است از زن و فرزند و خویشاوندان نسبی. در اینجا خوب دقت بکنین در این تعریف که خانواده را وقت تعریف کرده، یعنی سی نکته مهم داره. عبارت از چی هست؟ زن هست، فرزند هست که ای را میفهمین و خویشاوندان نسبی. خویشاوندان نسبی کیها را میگه؟ خویشاوندان نسبی کسایی هستند که در نسب همراه ما شریک هستند، یعنی همخون هستند و از خون ما هستند، ما اونا را به نام خویشاوندان نسبی یاد میگیریم. در صنف دهم اگر در یادتون باشد در بخش میراث ما خوانده بودیم که یکی ما اقارب نسبی داریم، دیگه سببی داریم. سببی که به بنابر یک سبب با همراه ما یک جای میشن و نسبی اوی هست که در نسب ما در خون ما همراه ما شریک میباشد. پس خانواده یعنی جزء شامل میشه از اینمی افراد، از اینمی افراد تشکیل میشن. زیربنای تشکیل خانواده چی است؟ چرا باید خانواده تشکیل بدیم و انسان ها چرا نیاز داره به خانواده؟ در کل دو هدف هست در بخاطر ای که خانواده تشکیل میشه. در کل ما دو هدف داریم، یکی لبیک گفتن به ندای فطرت انسانی، دوم تحقق مصالح اجتماعی. لبیک گفتن به ندای فطرت انسانی چی هسته؟ یعنی ای که انسان یک موجود اجتماعی هسته، نمیتونه به تنهایی خود زندگی خود پیش ببره، نمیتونه به تنهایی خود تمام مشکلات شرف بکنه، تمام نیازمندی های خود برآورده بکنه. لذا خداوند متعال امین نیازمندی انسان دیده و نظر به او برزی چی داره، گفته که باید شما تشکیل خانواده بکنید. خانواده باعث میشه ما آرامش درونی برس بیاریم، خانواده باعث میشه ما کس را داشته باشیم که همیشه حامی ما باشه، همیشه از ما حمایت بکنه و همیشه ما را یاری بکنه. در وقتی که ما ضعیف هستیم ما را توانایی به قدرت ما شه و در وقتی که ما نیاز به همدردی داریم همدرد ما باشن و ما را حمایت بکنن. پس به همین لحاظ است که خانواده را ما تشکیل میدیم و خداوند متعال بر ما امر تشکیل خانواده را داده. دومش تحقق مصالح اجتماعی است. مصالح اجتماعی یعنی بعضی از منفعت های اجتماعی، بعضی از چیزهایی هست که در اجتماع نیاز هست که باید باشه و این باعث اینمی مصالح اجتماعی باعث میشه که اجتماع بیشتر مرفع و بیشتر با بیشتر قسم باشه مو اجتماع که ما در او آرامش حس بکنیم و به زندگی خود به بسیار خوبی پیش ببریم. کدام مسئله اجتماعی در تشکیل خانواده هست؟ آل یکی به یکی ما را میخوانیم. اولین مصلحت اجتماعی در تشکیل خانواده حفظ نسل است. وقتی ما خانواده تشکیل میدیم این باعث عظیم میشه که ما نسل خود را حفظ بکنیم و نسل زائل نشه و نسل انسانی از بین نره. دومش حفظ نسب هست. وقتی ما تشکیل خانواده میدیم این باعث از این میشه که ما نسب خود بشناسیم، این که نسب ما پشت ما به کی میرسه و ما مربوط کدام خانواده میشیم. اگر تشکیل خانواده نمی بود همین پیش همگی گم می بود و هیچ کس نمیتونست بفهمه که نسبش به کی میرسه و پدر و مادرش و یا خانوادهش کی هسته. سیومش در امان ماندن جامعه از انحلال اخلاقی. وقتی تشکیل خانواده میدیم این باعث از این میشه که جامعه از انحلالات اخلاقی به دور بانه و انحلالات اخلاقی در اجتماع کمتر شود. سالم ماندن جامعه از بیماری ها. وقتی ما تشکیل خانواده میدیم این باعث از این میشه که بعضی از بیماری هایی که از روابط نامشروع در جامعه شیوع حاصل میکنه ما از این امراض نجات پیدا بکنیم و جامعه سالم داشته باشیم. چهارمیش آرامش روحی است. وقتی ما تشکیل خانواده میدیم ما یک آرامش روحی را حس میکنیم. چرا؟ به خاطر که ما همه مشکلات خود، همه درد و غم خود میتونیم و همه خانواده خود در میان بگذاریم و همچنان برش رای حلی پیدا بکنیم. همکاری زن و شوهر. وقتی
دو نفر تشکیل خانواده میتا اینا مثل همکار هستند در زندگی با هم دیگر که هم دیگر همکاری میکنن و دست یادی با یکی دیگر میتن و همیشه همکار یکی دیگر میباشن. و خروش آمدن عاطفی پدری و مادری یکی از مصلحت های مهمش این است. وقت تشکیل خانواده میتن دیگر امو دو فرد بر خود یک نوع مکلفیت حس میکنن، حس مکلفیتشان بلندتر میره و اینا بعد از او امو عاطفی پدری و مادریشان به خروش میایه، بیشتر در زندگی خود سعی تلاش میکنن تا به خاطر اولاد خود یک زندگی بهتر را به وجود بیاورن و بیشتر خوشبخت شون همراه امو اولاد و فرزند و خانوادهشان. درس بعدی ما که درس 24 هست در مورد نکاح هست. اولا در لغت اصطلاح نکاح چی هست اینه میخوانیم، بعدا هم حکم نکاح را میخوانیم. نکاح یک کلمه عربی هست که در لغت ضم کردن و یک جا ساختن را میگن و در اصطلاح فقها نکاح عقدی هست که به وسیله آن دو شخص جهت داشتن زندگی مشترک به شکل قانونی یک جا میشوند. عقد نکاح عقدی است که دو شخص با هم دیگر به تفاهم می رسند که یک زندگی مشترک را با هم به پیش ببرند و تشکیل خانواده بدن به شکل قانونیش. حکم نکاح چی هست؟ نظر به حالت شخص حکم نکاح فرق می کند. ما مثلا در دیگه موضوعات یک حکم می داشته باشیم، یا مثلا فرض، واجب، سنت، مستحب، همه قسم، اما در نکاح این قسم نیست. در نکاح نظر به حالت اونم شخص نکاح کننده حکمش هم فرق میکنه، حکمش هم تغییر میکنه که در کتاب شما فقط دو حکمش بیان کرده و حکم دیگهش در کتاب بیان نکرده. اما در اصل حکم نکاح 5 هسته، یعنی در بعضی از حالات سنت هست، در بعضی از حالات نکاح واجب هست، در بعضی از حالات نکاح حرام هست، در بعضی از موارد هم نکاح مکروه هست، در بعضی از موارد هم نکاح مستحب هست. ای که نکاح در کدام حالت در کتاب شما فقط حالت سنتش یا گرفته، حالت نکاح در کدام حالت واجب هست ایده گرفته و همچنان حالت مکروهش گرفته. دو حالت دیگهش نگرفته چون نزدیک هست به اینا، لحاظا موسی بسیتانش اکتفا کرده. اولیش سنت مؤکد. چی وقت نکاح بر یک شخص سنت هست که باید عقد نکاح را بسته بکنه؟ در شخصی که در حالت اعتدال باشد. اگر یک شخص در حالت اعتدال باشد، در این صورت نکاح برش سنت مؤکد است که باید انجام بده. یعنی یکی از صورتهای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برش می باشد. حالا حالت اعتدال کدام حالت است؟ شخصی که میگه توانایی دادن نفقه داشته باشد، مردی که نکاح میکنه عقد نکاح را بسته میکنه، این توانایی زیر داشته باشد که امو نفقه خانم خود پرداخت بکنه، ترس از ارتکاب زنا نداشته باشه، یعنی اگر ازدواج نکنه ای بالای خود متیقن باشه که مرتکب یک عمل نامشروعی زنا نمیشه و همچنین توانایی جنسی داشته باشه. حکم دومش واجب هست. نکاح در کدام حالت بر یک شخص واجب میشه؟ نکاح در حالت واجب میشه که شخص تمایلش بسیار زیاد باشه، توانایی دادن نفقه را داشته باشه و ترس ارتکاب زنا هم داشته باشه که اگر ازدواج نکنه شاید به یک عمل نامشروع، یک عمل خلاف ازش سر بزنه. پس در این صورت نکاح بالای از این شخص چی میشه؟ واجب میشه. حکم بعدیش مکروه. در کدام حالت نکاح بر یک شخص مکروه هست؟ نکاح بر شخص مکروه است که این ترس داشته باشه از این که اگر ازدواج کنه این سبب میشه که یک زندگی یک شخص تباه بکنه و یا هم بر همسرش ظلم شود. یعنی به خاطر از این که نمیتونه نفقه اونمو همسر خود پرداخت بکنه، یک نوع ظلم بر از او میشه، از این مطمئن باشه. پس در این صورت نکاح این شخص چی هسته؟ مکروه هسته که باید نکاح را انجام نده تا وقتی که امو توانایی و قدرت ازیر داشته باشه که مصارف همسر خود پرداخت کرده بتواند. موضوع بعدی ما تأخیر در نکاح هست. آیا به تعویق انداختن عقد نکاح بر یک شخصی که بالغ هست و به امی سن رسیده که میتونه عقد نکاح را انجام بده، آیا این شخص میتونه که نکاح را به تعویق بندازه و یا خیر؟ بله، در یک صورت میتونه شخص
کار در تأخیر بندازه، در صورت که دلیل معجه داشته باشه و دلیل معجیش باعث شده که این کار به تعویق بفته. دلیل معجه در اینجا چی میتونه باشه؟ دلیل معجه چیز است که مثلا یک شخص میخواد تحصیلات خود تکمیل بکنه، بعدا عقد نکار انجام بده. در این صورت میتونه که نکار خود به تأخیر بندازه، و یا هم مثلا شخص میفهمه که دیگه نمیتونه مصارف عقد امی عقدش و مصارف همسرش پرداخت بکنه، لذایی نکار به تأخیر بندازه تا بالاخره اونمو قدرت حاصل بکنه و بعد از او ازدواج بکنه، که در این صورت تأخیر در نکاح جواز داره و هیچ گناهی بر شخص نمیشه. اما اگر مثلا دلیل معجه نداشته باشه، در این صورت باز نباید نکار به تأخیر بندازه و باید که عقد نکار بسته بکنه. درس ما امروزی ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار استم هیچ مشکلی در این درس نباشه و چیز از این درس شما برداشت کرده باشید. تا درس بعدی، الله نگهدار همه تان.